درود میگم به بینندگان فارسی زبان در سراسر گیتی و همینطور درود میگم به بانو آرتمیس عزیز که امشب هم دعوت ما رو پذیرفتن و تشریف بردن. بانو آرتمیس عزیز و جستار امشب در مورد زنان و جنگ هست. حداقل نقش زنان در جنگ ها در دوران معاصر. میشنویم صحبت های شما. سپاس از شما بانو افسانه گرامی، درود بر شما و درود بر همه بینندگان و شنوندگان برنامه‌های جنبش رنسانس. امشب درباره در واقع زنان و ارتباطی که زنان دارن در جنگ‌ها، اتفاقاتی که براشون میفته و اینکه معمولاً چگونه اثری داره جنگ بر روی زنان در حداقل حال حاضر در جهان کنونی گفتگو میکنیم. به طور کلی قرن 20 و 21 که الان توش هستیم میشه گفت که از پر درد سرترین و پر تلاطم ترین زمانهای جهان مدرن در واقع. در مقایسه با قرن‌های قبل ما می‌بینیم که از قرن 20 به این سو جنگ‌های بیشتری در حال وقوعه و این جنگ‌ها معمولاً طولانی‌تر هستند و ویرانگرتر. خب تجارب زنان در جهان غرب در جنگ متنوع هست. در واقع میشه گفت از نظر تاریخی زنان معمولا در پشت جبهه در غرب همواره فعالیت داشتن. سوای اون در حد ملکه ها یا نخست وزیرها که ممکنه در قرن 20 و 21 داریم میبینیم در جهان که زن هستند، در طول تاریخ معمولا زنان اگر که در جنگ ها شرکت کرده بودند، نقش های لوجستیک یا نقش های در واقع فراهم کردن پشتیبانی و تجهیزات پشت جبهه جنگ رو به عهده داشتن، مانند اینکه مثلا غذا میپختن برای ارتش در آشپزخانه های میدان های مختلف جنگ بودن، یا مثلا بانداج میدوختن به عنوان دارو و سایر مثلا تجهیزات پزشکی برای سربازان رو پوشش میدادن و پرستاری به ویژه از اواسط قرن 19 به نقش اصلی زنان در جنگ تبدیل شد. در جنگ جهانی اول یعنی از 1914 تا 18 خب ما میبینیم که استخدام در کارخانه های مهمات سازی و کشاورزی و نقش های دیگه‌ای که برای جایگزینی در واقع مردانی که در صحنه های نبرد بودن و جاشون خالی مونده بود رو زنان پر کردن و همچنین زنان در مثلا راه اندازی سیستم های جیره بندی مواد غذایی و اینها فعالیت داشتند. از جنگ جهانی دوم در واقع یک نقطه عطفی ایجاد شد با میلیون ها زنی که در واقع نقش های مهمی رو در جبهه های جنگ و پشت اونها پشت جبهه جنگ ایفا کردند بین سال 39 تا 45 که اون 6 سالی که جنگ جهانی دوم بود. حالا علاوه بر اون کارخانه های مهمات سازی و اینها یک جایگزین کردنی به صورت نیروهای داوطلب گسترش یافت و در واقع میتونیم بگیم که چندین میلیون زن در واحدهای نظامی به صورت جایگزین یا مثلا حالت پشتیبان وایستاده بودند و حتی خیلی از زنان در این جبهه های گوناگون کارهایی کردند که حتی مثلا به عنوان جنبش های زیرزمینی و مقاومت زنان در نقش های پشتیبانی و رزمی اسلحه به دست گرفتند. در اتحاد جماهیر شوروی آن زمان و آلمان و بریتانیا در واقع نقش های رزمی داشتند، به ویژه در واحدهای ضد هوایی و جایی که بمب افکن های دشمن رو سرنگون می کردن زنها.
اما بلافاصله پس از جنگ دوم جهانی، پایان جنگ در 1945، ما بلافاصله دیدیم که زنان با شتاب از جنگ، ارتش و محیط‌های نظامی فاصله گرفتن در واقع، و حضورشون در ارتش به اندازه زیادی در جهان کاهش یافت برای مدت 25 سال، تا میرسیم به دهه 70 میلادی که بعد از این 25 سالی که زنان واقعا برگشته بودند و در حال به نوعی میشه گفت بازسازی بودند، به خاطر اینکه این منطقی بود برای اینکه مردان در جنگ ها کشته شده بودند و کارخانه ها خالی مونده بود، ساخت و سازها خالی مونده بود و زنان بسیاری اومدن حتی با دست شروع کردن یکی یکی آجرها رو از توی ویرانه های پس از جنگ برداشتن، کنار گذاشتن که برای بازسازی های پس از جنگ که مساله ساختمانی در اون زمان اصلا پیدا نمی شد استفاده کنن برای بازسازی های ساختمان ها و خیابون ها و جاده ها و اینها. و خب منطقی بود چون بچه های بی سرپرست زیادی مونده بودن، خانواده های بی سرپرست زیادی مونده بودن و این زنان بازگشتن برای بازسازی شهرها و روستاها و نگهداری از بچه های بی سرپرست و از اول جمع و جور کردن خانواده ها و دور هم جمع کردن و بازگشت به زندگی عادی. اما بعد از دهه 70 دو مرتبه دیدیم اندک اندک زنان نقش فزاینده‌ای در ارتش کشورهای بزرگ ایفا کردند و من جمله اینکه زنان وارد ارتش شدند، خلبان شدند و نقش‌های رزمی جدیدی به دلایل گوناگون ایجاد شد برای زنان. یکیش هم این بود که بیشتر جامعه جهانی رفت به اون سو که زنان رو در میدان‌های نبرد بپذیره و اونها رو در واقع تفکیک جنسیتی نکنه، به قالب این که بگم فقط محیط‌های نظامی و جنگی مختص مردانه و زنان هم در اونها وارد شدن. خب البته این در غرب بود. در ایران به طور تاریخی ما همواره زنان رو در همه ارکان جامعه می دیدیم به خاطر نگاه برابر انسان‌ها که ما داشتیم و زن و مرد برای ایرانیان از دیرباز تاریخ از چندین هزاره پیش زن و مرد یکی بودند. و زنان ایران به ویژه تا پیش از اسلام که کاملا در مدارج بالای ارتشی، نظامیگری، سپاهیگری همواره حاضر بودند و در جنگ ها حضور پررنگی داشتند، همچنین در خدمات پشت جبهه ها و پشتیبانی ها و خوراک و پوشاک و پرستاری و امکانات درمانی رو فراهم کردند. اما حالا میخواییم به این موضوع بپردازیم که تقریبا یک سوم کشورهای جهان در حال حاضر درگیر نوعی جنگ هستند. یک رقمی است که از جنگ جهانی دوم به این سو ثابت مونده، یعنی همیشه یک سوم کشورهای جهان در 80 سال گذشته دارن یه جوری جنگ میکنن و درگیر جنگ هستن، حالا در شرق کره زمین، در غرب کره زمین، در همه جا به هر حال ما میبینیم که ده ها میلیون نفر در 80 سال گذشته پس از جنگ جهانی به این سو، یعنی در جنگ ها جان خودشون رو از دست دادن. و با این حال این رقم به تنهایی نمایانگر وسعت واقعی خشونتی که در حال وقوع هست در جهان نمیتونه باشه. ما میدونیم که در سطح جهان، حتی در جاهایی که شما جنگ مستقیم و ظاهری نمیبینین، انواع و اقسام شورش ها یا مبارزات یا شکنجه ها یا جوخه های مرگ یا خشونت هایی که علیه پناهندگان و مهاجران هست، در خشونت هایی که علیه کودکان هست، کودکان خیابانی، مافیاهای مختلف صادرات و واردات زنان و کودکان به کشورهای مختلف، در اختلاف
اختلافات و اعتصابات و مبارزات کاری در محیط‌های کاری، در خشونت‌های خانگی و همه اینها می‌بینیم که تلفات درگیری‌های گوناگون و نبردها و جنگ‌های گوناگون حتی اگه ظاهراً در حوزه به اصطلاح میدان جنگ نباشه بسیار زیاده در سراسر جهان مدرن امروزی. در تصاویر جنگ که ما عموما میبینیم که در واقع جنگ در سراسر جهان یک جور تصاویر معمولا مردانه ای از نبردها و جنگ ها نشون میدن و زنان معمولا در جنگ ها خیلی کمتر به چشم میان، با توجه به این که 90% تمام تلفات جنگ ها رو غیر نظامیان در واقع دارن تشکیل میدن، یعنی شاید در تمام جنگ های جهان دارن 10% سربازان یا رزمندگان در حالا دو سوی میدان جنگ با هم می جنگن و کشته میشن، اما 90% کشته های جنگ ها معمولا از غیر نظامیان هن. اما در و بی ویژه اکثرا خب میدونیم زنان و کودکان هستن چون کمتر میتونن فرار کنن و دست و پاگیرتر براشون در رفتن یا مهاجرت کردن یا فرار کردن و معمولا خیلی اوقات در خون و زندگی هایی که بمبارا ممکنه بشن یا اتفاقات این چنینی شهرهایی که از بین میرن و ویران میشن زنان و کودکان کشته میشن. اما این تلفات رو به خاطر آمارهای نظامی معمولا نمیبینیم ما در جایی و علتش هم اینه که اگر که بخوان نشون بدن بیشتر از 70 هزار معاهده‌ای که در سراسر جهان وجود داره در حال حاضر نقض میکنه، نقض حقوق بشر، پروتکل‌های جنگ‌های عادلانه و همه اینها رو نقض میکنه و برای همین نشون نمیدن آمار تلفات افراد شهروند رو، یعنی مردم عادی کوچه و خیابون‌ها رو. و البته بسیاری از نبردها و جنگ‌های داخلی حتی در هنگامی که ممکنه یک جنگ داخلی در خود یک کشور باشه، مثل اتفاقاتی که مثلا در افغانستان می‌بینیم که مثلا طالبان اومد جنگ خودشون در واقع با خودشون بود، جنگ افغانی علیه افغانی، حالا پشتو مثلا علیه بقیه افغانستان و اینها طالبان و اینها، می‌بینیم که حتی در جنگ‌های داخلی ممکنه ما یک شهر رو ببینیم یا شهرهایی رو ببینیم که کلن نابود بشن در جنگ، اما هرگز اینها در آمار مرگ و میرها گنجانده نمیشن. حالا تازه بگذاریم از اون زنان و دخترانی که در جنگ ها فروخته میشن، اسیر گرفته میشن، خرید و فروش میشن، به بردگی میرن یا بهشون تجاوز میشه یا انواع و اقسام اتفاقاتی که بدی که برای زنان و دختران و کودکان در جنگ ها میفته. از سوی دیگه هم خب همونجور که بانو افسانه میبینین جمعیت پناهندگان که اکنون به یک در واقع میشه گفت پدیده فراملی و میلیونها نفر در سراسر جهان مهاجرت و فرار یا پناهندگی انجام میدن، 3/4 اینها معمولا زنان و کودکان هستند و تازه اینها خیلی اوقات موقعی که آغاز میکنن برای پناهندگی یا فرار کردن یا مهاجرت خشونت های بسیاری علیهشون انجام میشه، خیلی از اینها کشته میشن تا به کشورهای مختلف برسن، انواع اقسام جراحات و جرائم علیهشون انجام میشه، خشونت‌های جنسیتی علیهشون انجام میشه و انواع و اقسام مشکلاتی که میبینیم براشون پیش میاد که اینها در سراسر جهان معمولا خیلی سراش گذاشته میشه و مخفی میشه و صداش زیاد در نمیاد. بسیاری از مهاجرانی هم که از رژیم‌های سرکوبگر در خونه‌ها فرار می‌کنند به کشورهای دیگه اما شرایط پناهندگی ندارن، باز با مشکلات مواجه میشن و شرایط ناعادلانه کار یا شرایط اجتماعی براشون وجود داره.
در واقع میتونیم بگیم 100 تا 150 میلیون نفر در 80 سال گذشته فقط قربانیان میتونیم بگیم قبیله‌ای، قومی یا نژادی حتی در جهان بودند. حالا از جنگ جهانی دوم که یهودیان رو کشتن بگیری تا هنگامی که جنوسایدها یا نسل‌کشی‌های گوناگون انجام شده و حتی مثلا شما بارها بارها در همون بوسنی هرزگوین دیدین که مسلمان‌ها و غیر مسلمان ها هم دیگر رو میکشتن و از بین میبردن، یا در افغانستان همه غیر مسلمانان افغانستان رو کشتن، یا در پاکستان یا در مثلا ارمنستان. و این اتفاقات متاسفانه و در کشورهای آفریقایی یا در جاهای دیگه شما اینها رو میبینین روزمره اتفاق میفته و چیزی حدود 100 تا 150 میلیون نفر رو در چند دهه گذشته کشته این اتفاقات. و با اینکه خیلی از این کشتارها حالتی از نسل کشی های آشکار داره، اما بسیاری از کشورهای صلح‌آمیز جهان فقط یک سوم تا شاید دو سوم حد اکثر از جمعیت زنان در معرض آسیب‌های فیزیکی و جسمی ناشی از این جنگ‌ها رو ثبت می‌کنند. و اینها همه نشون میده که در حال حاضر ما چه اندازه خشونت در جنگ‌های گوناگون علیه زنان در سراسر جهان داریم. حالا بانو افسانه گرامی، اگر شما پرسشی نداریم میتونیم وارد قسمت خشونت هایی که علیه زنان و زنانی که در خاورمیانه در جنگ ها هستن و اتفاقاتی که براشون میفته میتونیم صحبت بکنیم. خواهش میکنم شما ادامه بدید، بعد پرسش ها رو بعدا من مطرح. بسیارم بله، حالا ما همه اینها رو گفتیم که برسیم به اینجا که در تمام جهان در واقع میزان کشته های افراد غیر در واقع رزمی و نظامی بسیار بسیار بالاست و به ویژه خب ما میبینیم که زنان با اینکه جنگ های جهان و مردان آغاز میکنن، ولی زنان هستن که تاوان بسیار سنگینی برای این جنگ هایی که در جهان میبینین رو پرداخت میکنن. اما خوشبختان و به ویژه خب حالا من گفتم در ناحیه خاورمیانه اتفاقی که میفته اینه که زنان نه تنها در جنگ ها آسیب میبینن، خانه ها و کاشانه هاشون، خانواده هاشون، همسرانشون، پدرانشون، برادرانشون و پسرانشون رو از دست میدن، بلکه در واقع یک جور سرکوب و کشتار و بیرحمی غیر عادی به خاطر نفس اسلامی بودن این کشورها علیه زنان در جنگ ها اعمال میشه که شاید واقعا کمتر نظیر اینها رو در جهان مدرن حداقل در دنیای امروز بتونیم ببینیم. یکی از تأثیرات بسیار بدی که جنگ های خاورمیانه بر زنان در خاورمیانه گذاشته اینه که زنان خاورمیانه رو بسیار ترس خورده و سرکوب شده کرده و زنانی که از این جنگ ها جان سالم به در میبرن واقعا دوچار چنان در واقع بی‌اعتماد به نفسی و خفقانی شدن که حتی در پس از جنگ اون دست و پای لازم رو ندارن برای اینکه گرد و خاک جنگ رو از خودشون بزدایند و شروع کنن به ساختن زندگی خودشون و بچه هاشون. یعنی در کشورهای خاورمیانه که کشورهای عموماً 100% یا 100% بسیار بالای مسلمان در این کشورها وجود داره، زنان این جنگ ها اونها رو در واقع یک جورایی بی‌اعتماد به نفس‌تر و تو سری خورتر و بیچاره تر کرده.
در واقع شاید تنها بخشی که در کشورهای خاورمیانه میبینیم این حالت رو یک مقداری شکستن، خود ایران به تنهایی و بخشهایی از خاورمیانه که ایرانی تبار هستند، در واقع مانند زنان ایزدی و زنان کرد، که اینها با به خاطر اون بک‌گراند و نژاد ایرانی و در واقع از قومیتی که از ایران در واقع جدا شده بودند در اون قسمت ها موندن، اینها صدای مبارزتری دارن و بسیاری از اینها برای مبارزه اسلحه به دست گرفتن و جلوی داعش یا مبارزاتی که در جنگ هایی که توسط نیروهای نظامی اسلامی بسیار رادیکال و خطرناک در این نواحی در جریان بود، ایستادن و آغاز کردن به دفاع از خودشون، فرزندانشون و آب و خاکشون، که این در بین کشورهای اسلامی دقیقا در بخش های دیده شد که یا ایرانی بودند یا ایرانی تبار بودند، و این از توی اون چند هزاره فرهنگی به جوری باهاشون انگار فرهنگی اومده که به اندازه بخشای دیگر اینها تو سری خورده اسلامی نبودند و باز یک صدای، یک نبردی، یک تلاشی، یک ایستادگی از خودشون نشون دادن. اما میخوام اینجا این رو بگم که زنان با همه اتفاقاتی که جنگ ها براشون در سده گذشته قرن بیستم و سده جدید قرن 21 در واقع براشون داشته، خوشبختانه آغاز کردن به اینکه نقش خودشون رو بیابن در مبارزه با ستم های سیاسی و جنگی و در حل و فصل خیلی از این دعواها و منازعات و با سازی جامعه و زندگی خودشون پس از جنگ. در دنیایی که در واقع اکثر این مذاکرات حل و فصل جنگی رو مردان به عنوان فعالیت‌های سیاستمداران نخبه و مردان به اصطلاح رده‌های بالای ارتش و دولت‌ها دارن انجام میدن، اما اقداماتی که زنان در مناطق جنگی و در کشورهای بحرانی جنگ زده انجام میدن خیلی وسیع و گسترده است. فعالیت‌های بسیاری رو شامل میشه که فراتر از سلاح به دست گرفتنه، و این اقدامات برای حل مشکلات خشونت‌زا در جنگ بسیار مهمن، هرچند که اینها ممکنه جز نهادهای رسمی سیاسی و نظامی کشور نباشن، اما زنانی که با هم گروه‌ها و سازمان‌های مختلفی رو درست می‌کنن و وای می‌سن و پاسخگویی می‌کنن و جمع‌آوری می‌کنن امکانات رو برای اعضای خانواده‌های از دست رفته، خانواده‌هایی که کسانیشون از دست رفته و در قسمت هایی که داره نقض حقوق بشر میشه یا ستم هایی که دولت ها بر اینها میکنن، این زنان با هم جمع میشن و سازمان های گوناگون رو ایجاد میکنن، مسیرهایی برای مبادلات داروها، مواد غذایی و سایر منابع ارزشمند زندگی در بحران های جنگی دارن ایجاد میکنن و بازارهای منابع خبری غیر رسمی رو ایجاد میکنن و جلوی در واقع بازار سیاه کودکان سرباز رو میگیرن و همچنین در خیلی از جاها جلوی رشوه‌خوری های مقامات و حیف و میل کردن کمک هایی که ممکنه از سازمان های جهانی وارد بشه رو میگیرن، مثلا صلیب سرخ یا سازمان های دیگر جهانی کمک هایی که میفرستن رو جلوی اینو میگیرن که مقامات اینها رو بخورن و برن و بفروشن، و خیلی از اوقات زنان در جهت تقسیم و رسوندن این امکانات کمک میکنن، جلوی سودهای غیرقانونی دلالان رو در این میانه میگیرن و شبکه‌های اطلاعاتی رو راه میندازن که از طریق اون مردم میتونن خانواده‌های پراکندهشون رو پیدا کنن و مردم رو به مناطق امن‌تر منتقل میکنن، از بازماندگان جنگی مراقبت میکنن، بچه‌های بی‌سرپرست
دست رو جمع آوری میکنن، امکانات اولیه بهشون میرسونن و همچنین معلولان جنگی، کسانی که در جنگ ها بدنهای شکسته و آسیب دیده ای دارن، انواع اقسام کمک ها رو به اینا میرسونن و کمک های انسان دوستانه براشون جمع میکنن و به ویژه بازسازی های پس از جنگ رو مانند کلاس های آموزش ضد جنگ، مبارزه با انواع اقسام خشونت هایی که در جنگ میتونه انجام بشه علیهشون و خشونت های علیه زنان در جنگ، جلوگیری کردن از خرید و فروش زنان و کودکان و همه اینها، گروه های مشاوره برای بچه ها یا زنان یا مردان که در جنگ آسیب دیدن، کتک خوردن، شکنجه شدن یا کسانی که به زور باردار شدن در جنگ ها و همه اینها رو میبینین که زنان هستند که دارن سازمان های گوناگون ایجاد میکنن در سراسر جهان و طرح‌های بسیار دقیق و مفصلی رو ایجاد میکنن و تلاش میکنن که یه جوری همیشه این وسط ها پادرمیانی ها کنن و نقش هایی رو ایفا بکنن که بتونن آسیب های جنگ رو کاهش بدن و بتونن زودتر جامعه و بازماندگان جنگ ها رو به شرایط نرمال و پیش از جنگ بازگردونن. از دسته این فعالیت ها و گروه هایی که وجود داره، ما میدونیم که گروه هایی هستن که فعالیت هاشون به خط مقدم محدود نمیشه و گروه هایی هستن که سازمان های بسیار بسیار نیرومند حمایت از زنان و کودکان در صحنه های جنگی و کشورهای جنگی و جنگ زده هستش. به عنوان مثال یک گروهی هست در آمریکای جنوبی به نام مادرس یا مادرس و یک گروهی در فیلیپین به نام گابریلا وجود داره و انواع اقسام سازمان های دیگهی که در کار میکنن، حالا یا با سازمان ملل یا با سازمان های گوناگون در سراسر جهان و اینها شروع میکنن و فعالیت های بسیار نیرومندی دارن در زمینه به رسمیت شناختن همه خشونت هایی که در جنگ ها داره علیه زنان و بچه ها انجام میشه، به عنوان در واقع که اینها رو بیارن جز آمار تلفات جنگی و قسمت هایی که نقض حقوق بشر داره علیه زنان و کودکان انجام میشه و اینها راه های تغییری است که تا یک نسل پیش شاید در جهان وجود نداشت. افشای این حقایق و وحشیگری هایی که در سراسر جهان در جنگ ها علیه زنان انجام میشه و منابعی که میتونن برای جلوگیری و غلبه بر این خشونت ها و وحشیگری هایی که ممکنه علیه زنان انجام بشه پیدا میکنن و راهکارهایی رو ارائه میدن و اینها همه یک افق بسیار امیدوار کننده ای در واقع در پیش روی جهان داره میذاره برای زنان و کودکانی که در جنگ ها تلفات میدن و پیامدهاشو دارن تحمل میکنن. یکی از مهمترین کارهایی که زنان در گروه های مختلف در سراسر جهان دارن انجام میدن اینه که به زنان بقبولونیم که جنگ ها دیر یا زود در همه جا به پایان میرسه، اما خود ما چی؟ آیا خود ما میتونیم خودمونو با شرایطی که پس از جنگ ها ایجاد میشه در کشورهای گوناگون، ویرانه ها و تخریب ها و اتفاقات بسیار ناخوشایندی که برای کشورهایی که در حال جنگ هستن اتفاق میفته، آیا میتونن زنان دوباره، زنانی که ممکنه همه چیشون از دست داده باشن، دلبندانشون از دست داده باشن، همسران، پدران، فرزندان، برادران و حتی فرزندان کوچک و خردسالشون از دست داده باشن یا معلولیت های گوناگونی ممکنه پیدا کرده باشن، آیا میتونن با این هویت جدیدشون کنار بیان، با اتفاقات جدید کنار بیان یا نه؟ و از این روی هست که در واقع ما بایستی آغاز کنیم در جهان
کلیشه زن به عنوان قربانی در جنگ رو بشکنیم، از زنان انتظار داشته باشیم خودشونو بشناسن، خودشونو باور کنن و نقش‌های چندگانشون، نقش‌هایی که حتی ممکنه با هم متضاد باشه در دوران جنگ، از زن رزمنده و جنگنده تا زنی که کمک رسانی کنه یا بچه‌های بی سرپرست رو جمع‌آوری کنه و حمایت کنه و کمک کنه که اینها سکنا و محل زندگی و خوراک و جای امن جدید پیدا بکنن و انواع و اقسام رول هایی که دارن، میگم مبارزان، انسان دوستان، مادران، دختران، کارگران، رهبرانی که در یک جامعه هستن از زنان و بازماندگان در واقع جنگ، همه اینها رو بتونن زنان بپذیرن و در همه اینها هر بخشش که هستن خودشونو بیابن دوباره و بتونن تغییر ایجاد کنن در زندگی خودشون و باور کنن که اگر جنگی روی میده حالا ما چه کار میتونیم بکنیم برای حل و فصل مسائل و مشکلاتی که پیش میاد و اختلافات و دردسرهای پس از جنگ، و قربانی فقط نباشیم. حتی موقعی که این اسلحه ها خاموش میشه، شعله جنگ خاموش میشه، باید یادمون باشه که زخم های قدیمی ممکنه بمونن، زخم های عمیقی ممکنه بمونن در جامعه ها، و ما هستیم، ما این بانوان هستیم که باید خیلی اوقات پس از جنگ جای زن و مرد رو در خانواده بگیریم، نانآور خانه بشیم یا سرپرست خانواده بشیم و بتونیم در واقع مسئولیت های جدیدی رو بپذیریم. همیشه منتظر نمونیم تا بیان یه مرد دیگه، یک سازمان مردانه دیگه الزامن به کمکمون، خودمون دست به کار بشیم و بتونیم زندگی هامونو از اول بسازیم، کارمونو بسازیم و مراقبت و آموزش بچه هامونو بسازیم و دوباره بتونیم روی پامون وایسیم، برای اینکه نبردها به طور کلی همیشه ویرانگرن و جنگ ها در بهترین حالتش، در برنده ترین حالتش برای کشور برنده، حالا کشور بازنده که واقعا خب خیلی اوقات ویرانه کامل میشه، اما کشورهای برندم در بهترین حالت براشون جنگ همیشه ویرانی داره، نابودی داره، از بین رفتن جانها و منابع کشورها رو به ارمغان میاره، به اصطلاح بازارها رو خراب میکنه، کارها رو خراب میکنه، آینده ها رو خراب میکنه، بدن ها رو خراب میکنه. یعنی جنگ در بهترین حالتش یادمون باشه که هیچ فرایند خوشایندی در جهان نیست، اما اینکه نقش و رول یک قربانی رو بیایم بازی کنیم اشتباه ترین کاری است که بازماندگان یک جنگ، حالا چه زن چه مرد، چه اونایی که تندرست موندن، چه اونایی که معلولیت و زخم‌های مختلف جسمی و روحی می‌خورن، باید یادمون باشه که این خود زنان هستند. در درازای تاریخ به ویژه ما در خود ایرانمون همواره کشورمون رو از زیر خاکسترها این مادران و زنان نیرومند خود ماها بودن، ما ایرانی ها به ویژه با تمام تلاطمی که در تاریخ طی کردیم، چه پیش از اسلام چه پس از اسلام، که واقعا مسلمین به ما حمله کردن، تازیان و بعد از اون انواع و اقسام ترک های غزنوی و خوارزمشاهی و سلجوقی و اینها، و بعد مغول ها، و بعد هم که متاسفانه دیدیم که دوباره 44 سال یک جور دیگه از حمله اسلامی رو به کشورمون دیدیم، نابود کردن همه منابعمون، همه انسانهای با ارزش این کشور، منابع بسیار انسانی و تخصصی که از کشور فرار کردن، از دست رفتن، کشته شدن یا به نوعی مستقیم و غیر مستقیم در برابر این در واقع تهاجم اسلامی 44 ساله برای ایرانمون از دست رفته، مادران داغدار بسیاری، زندگی
زندانیان بسیاری از زنان در زندان‌ها و خیلی از پناهندگان و افرادی که ناخواسته تبعیدی این میهن شدن از زنان و به اصطلاح دختران ایرانی بیرون کشور داریم و همه اینها برای ما ایجاب میکنه که امروز به این امر مطمئن باشیم که زنان ایران نقش خیلی خیلی مؤثری دارن، چه همین اکنون چه پس از آزادی ایران از دست این تهاجم دوباره پس از 1400 ساله اسلامی، و این ما هستیم که باید جامعه‌مونو و نسل آیندهمونو دوباره بسازیم. سپاسگزارم بانو آرتمیس. مسئله که الان خیلی شاید خیلی ها بهش توجه نکنن و درصد بالایی از مردم ایران به این نتیجه نرسیده باشن که جنگی که الان ما داریم در داخل ایران، جنگی که مردم ایران، ملت ایران از هر شهری، از هر قومی که در ایران دارن زندگی میکنن در جغرافیای ایران، یک جنگ با یک تجاوز و یک اشغالگری که توسط جمهوری اسلامی انجام شده، مردم یه درصد بالا نمیخوان قبول کنن که الان ما در جنگ هست. در جنگ 8 ساله‌ای که با عراق داشتیم، خب یک کشور بیگانه بود، یک کشوری که خارج از مرزهای ایران بود، رزمنده‌ها، سربازا، ارتش همه با دست به دست هم دادن که نذارن صدام بیاد یا نیروی برسی بیاد ایران رو بگیره یا مرزهای ایران رو از مرزهای ایران بگذره. حالا خرمشهری که بعد از مدتی آزاد شد، اما این جنگ ادامه پیدا کرد. 42 ساله این جنگ همچنان ادامه داره، حتی اگر نیروی بیگانه‌ای که البته سران جمهوری اسلامی همه بیگانه هستن، اما مردم باید به این باور برسن که این جنگی که الان ما درگیرش هستیم، اگرچه بمب بر سرمون نمی‌ریزن یا حالا تو خیابونا اگر اعتراضی هم بکنیم، دیدیم که در همین چند سال گذشته چند بار مردم رو تو خیابون به گلوله بستن، کشتن، ولی باید باور کنیم که ما یه جنگ داریم، جنگی که واقعا شاید ملموس نباشه، شاید وای نسن کسی پشت پاکریز نداشته باشه تو خیابون کوچه هامون، ولی داریم کشته میدیم خانواده ها، زنان مخصوصا، کودکان، مردان، همه مردم ایران دارن سال به سال فرسوده تر، ناامید تر، افسرده تر و کشته میشیم در واقع در این جنگی که ملموس نیستش. چه توصیه برای زنان ایران، مخصوصا میگم زنان ایران، برای همه مردم ایران، ولی زنان خب نقش خیلی پررنگتری میتونن داشته باشن، چون ما تو خانواده، در خانواده میتونیم به فرزندانمون حداقل یاد بدیم که میهن از هر چیزی بالاتره و دفاع از میهن و میهن پرستی رو باید به بچه‌هامون یاد بدیم، چون اگر ما این رو به بچه‌هامون یاد ندیم و خود ما زنان به عنوان مادران یاد نگیریم که اگر امروزه دشمن 40 چند ساله رو از خونمون بیرون نکنیم، هرگز نخواهیم توانست از شر این جنگی که میگم، یعنی به این صورتی که حکومت بر علیه مردم آغاز کرده این چند دهه، چجوری میتونیم از شر اینا خلاص شیم؟ چه توصیه برای زنان و دختران ایران داد؟ میگم حالا نمیخوام جنسیتی بشه، ولی زنان و دختران میتونن واقعا نقش خیلی پررنگی در این زمینه داشته باشن. خب صحبت های شما رو در این زمینه. درسته، خیلی سخن درستی است بانو افسانه. ما 44 سال در جنگ رویاروی هستیم، هر روز از بامداد تا شامگاه ما در جنگ رویاروی با این حکومت هستیم، و به ویژه میزان مبارزاتی که زنان در این 44 سال کردن، اگر از مردان بیشتر نباشه مطمئنن کمتر نبوده، و میزان تلفاتی که ما در این 44 سال دادیم شاید واقعا از جنگی که مثلا در هر کدوم از این کشورهای همسایه ما اتفاق افتاده در یک مقطع و تموم شده، ما در این 44 سال واقعا تعداد بسیار بیشتری تلفات دادیم و اصلا هیچ جا حساب نشده، هیچ جا آمارش حتی ثبت نشده. میلیون ها ایرانی از بین رفتن، شکنجه شدن، کشته شدن، در زندان ها از بین رفتن، تیربارون شدن، حالا چه تو اون دوران جنگ، چه پس از جنگ، چه تا امروز در تمام این نبرد هایی که در بین ایرانیان با این حکومت قاصب و مهاجم به ایران در واقع بوده، کشته شدن و از بین رفتن.
و زنان ایران به ویژه خیلی خیلی دلخراشتر در این نبرد از دست رفتن جانشون. ما از نمونه ندا آقا سلطان و در کوچه و خیابون ها داشتیم که یکی دوتا هم نبودن، خیلی زیاد بودن. تا همین سال 98 هم دیدیم که در خیابون چند زن و دختر کشته شدن و فیلم ها و تصاویرشون بیرون اومد. تازه اینها اونهایی بوده که مردم فیلمی و تصویری ازشون گرفتن به موقع و بیرون فرستادن. بسیاری از زنان و دختران در بیمارستان ها پس از اینکه رسوندنشون به بیمارستان ها کشته شدن و بسیاری پس از اون که به زندان افتادن، دختران بسیاری کشته شدن که همه ما نامهاشون رو هر چند وقت یک بار نام یکی دو سه تاشون در میاد که این در زندان کشته شد، اون کشته شد، اون اعدام شد. و این اتفاقات ناخوشایند دقیقا در چهار دهه گذشته در ایران افتاده. و همونجور که شما گفتیم، به ویژه ما مردم ایران باید یادمون باشه ما الان در جبهه جنگ خودمون باید بجنگیم. ما انقدر وضع خودمون و کشورمون، میهنمون خرابه و واقعا در حال از بین رفتنه که دیگه واقعا ما جایی نداره. اگه قرار چراغی هم به مسجد، میگن چراغی که به خانه حرامه، به خانه رواست، به مسجد حرامه، اگه ما قراره برای کشوری و ملت مظلومی دلمون بسوزه در جنگ‌های گوناگون، اون باید ملت بیچاره و فلک زده خود ایران باشن که در این چهار دهه و اندی دارن چگونه از بین میرن و کشور خودمونو باید اول نجات بدیم و براش گلومونو بدریم و در واقع اعتراض کنیم و خون بریزیم برای نجات دادنش. چین آمد 25 سال قرارداد بس کشور ما رو درسته دارن قورت میدن و مردمون اندازه‌ای که بایستی برای بلعیده شدن کشور برای چین بریزن میلیونی به خیابون‌ها و شعار بدن و سر صدا کنن و این بر اون بر رو به آتش باید این حکومت رو بکشن که نگذارن همچین اتفاقی بیفته، نذارن کشور نه برای امروز روز فقط، برای 25 سال آینده همه منابعش به تاراج نره. به نظر من یه جایی نداره که ما بیایم بریم دم سفارت روسیه یا این ور یا اون ور شعار بدیم و مبارزه بخوایم و نمیدونم از حقوق مردم مظلوم این ور اون ور دنیا، این قضیه فلسطین و این ور اون ور، مرتب ما شدیم کاسه داغ‌تر از آش کشورهایی که هیچ تری برای ما در تمام این 44 سال خورد نکردن. این همه زن و دختر و مرد و جوان ایرانی در این 14 خورده کشته شد، یک نفر از تمام این کشورها، نه اروپای شرقی نه غربی نه هیچ جا، نیامدن هرگز دادخواهی کنند، صدا برسونن، مبارزه کنند، پرچمی دست بگیرند، فوش رو چه میدونم شعاری در این گوشه اون گوشه جهان بدن، در شبکه‌های اجتماعیشون بنویسن آی بیاین بریم بگیریم ببرین، اینقدر مثلا جوانان ایرانی کشته شدن، اینقدر زنان ایرانی کشته شدن در بندن، آی بیاین که ایران رفت زیر مثلا قرارداد 25 ساله با چین. برای همین ما مردم بایستی اول دستمون رو کلاه خودمون باشه، کلاه خودمون رو بردن برای 25 سال آینده، اونو نذاریم ببرن، بعد برسیم به مبارزات دیگه. به ویژه زنان و دخترانی که من متاسفانه این روزا میبینم در شبکه‌های اجتماعی، به جای عکس این همه دختر زندانی که در زندان‌های جمهوری اسلامی دارن میپوسن و از بین میرن و شکنجه میشه بهشون، تجاوز میشه بهشون و هزار اتفاق بعد برای خودشون و خانواده‌هاشون داره میفته، میان و عکس مبارزین مثلا اوکراین یا حالا لابد پس فردا مبارزین نمیدونم تایوان اگه چین حمله بکنه، من نمیدونم واقعا انقدری که این زنان و دختران دارن عکس اینها رو در شبکه‌های اجتماعی خودشون به چرخش در میارن، به نظر من باید نگران در واقع خواهران و دوستان و همخونان و هم میهنان خودمون در ایران باشیم، زنان و دختران میهن خودمون باشیم و ما بایستی
اول از شر این حکومت راحت بشیم تا بعد بتونیم این کشور رو بسازیم، تا بعد بتونیم جایی درست بکنیم برای زندگی بهتر همه ما ایرانیان، به ویژه زنان و دختران ایرانی که تمام 1400 سال گذشته به جز دوران کوتاه 50 ساله پهلوی توی ظلم و ستم و سرکوب و خفقان و خالی شدن از همه عناصر انسانی و هویتی خودشون بودن. درست. متاسفانه ما دقیقا داریم میبینیم که چقدر پرشور مردم دارن. حالا این احساس همدردی خیلی خوبه، ولی اینکه فراموش کنیم تو ایران چه اتفاقایی داره میفته، این واقعا دردناکه. ببینید ما الان سهیلا حجاب توی زندان خب دچار ایست قلبی شد و کسی نمیاد. هنرمندا، البته ما هنرمندی الان واقعا در ایران نداریم، یه هنرمند هستن و یه هنرمند داشتیم مردمی و واقعا شخصیتی که فکر نمی‌کنم دیگه تکرار بشه، اونم فریدون فرخزاد بود که تا آخرین لحظه به خاطر ایران فریاد زد و تلاش کرد و به اون شکل هم کشته شد در راه ایران به خاطر هدفی که داشت. منطقه الان میبینیم همه دارن میگن اوکراین. اوکی، اوکراین هم دردی خوبه، ولی این زمانی که شما خود دردی نداشته باشید. اینکه مردم ایران و برادران افکاری تو زندان هستن، سهیلا حجاب تو زندان هستش و دیگرانی که واقعا من الان حضور ذهن ندارم، اما مردم ها واقعا چی به سرشون اومده؟ یعنی الان ایران بلبل شده و ما خیلی یک حکومت بسیار ایدئال داریم که فراموش کردیم که جنگی که الان ما درگیرش هستیم، از هزاران جنگی که به این شکل بخوام بمب بزنن رو سر و همه دنیا دارن اخبار جنگ اوکراین پوشش میدن، ولی زمانی که ما 1500 نفر، البته که میگن 1500 نفر بیش از این هست، بودن 4000 نفر و تا الان هم هنوز این آبانی که از 98 تا الان ادامه داره، خانواده فرزاد انصاری رو هنوز خواهر، برادر، پدرش رو دارن میگیرن میبرن و این آبان ادامه داره تا زمانی که جمهوری اسلامی برخلافاره مطمئنن ادامه خواهد داشت. کی اومد فریاد بزنه و چرا اصلا این مردم بلند نمیشن بگن بابا جان چی داریم به سر مملکت ما؟ اوکراین رو ببینیم، حالا یکی دو روز اول گفتن کسی پشتیبانی نکرده، روسیه حمله کرد به شکل، ولی بعدش همه پشت اوکراین در اومدن. اما ما چی؟ مردم ما چی؟ مملکت ما چی به روزش قراره بیاد؟ آیا ما قراره هر اتفاقی در جهان افتاد حواسمون پرت اون قضیه بشه و فراموش کنیم که تو چه نکبتی به اسم جمهوری اسلامی داریم دست و پا میزنیم؟ آینده کشور خودمون بالاخره چجوری و به چه سرنوشتی دچار میشه و چجوری باید مملکت خودمون رو نجات بدیم؟ این بحثیه که واقعا آدم حیرون میمونه وقتی داریم میبینیم که هر مسئله کوچکترین مسئله که خارج از کشور، خارج از ایران اتفاق میفته، اینقدر ما رو سرگرم میکنه و از اصل مطلب که همون سرنگونی جمهوری اسلامی هستش منحرف میشه. این دردناکه واقعا. درسته بانو افسانه، و به ویژه این که اگر که مردم جهان الان نگران هستن که به اوکراین حمله شده، به ما چین بدون حمله نظامی در واقع هجوم آورده و کشور ما رو نه برای یک روز و دو روز که با یه ارتشی بالاخره برن بیرون، قراردادی رو نوشتن که ما تا 25 سال تمام هویتمون، منابعمون و زندگیمون و نسلای بعدمونم داره تحت تأثیرش قرار خواهد گرفت و این هجوم و این در واقع در ستمی که به مردم ایران رفته، اگر بیشتر از اتفاقی که داره برای اوکراین میفته هزاران برابر بیشتر نباشه، مطمئنن کمتر نیست. و تازه اگر اوکراین اتفاقی که براش افتاده، میگن خب روسیه همسایه دیوار به دیوارشه و خب اینا هم خودشون روس تبارن، روس زبانن، همه این اتفاقات داره در دو کشور بغل هم میفته، ما از آن سوی زمین بلند شدن اومدن این طرف و بینمونم چند تا کشور رو رد کردن و اومدن قشنگ این در واقع خفاش رو سرمون افتاد و خونمون و مملکتمون رو دارن میمکن و میبرن و هیچ کس هم صداش در نمیاد و جالبه جامعه جهانی هم صدا از نداش اصلا در نمیاد. و حالا خواهیم دید اگر که همین اتفاق
چند روز دیگه این چین اینقدر که اینا روسیه رو دارن بزرگ میکنن، همین چینی که الان 25 سال قرارداد رو با ایران بسته در چند وقت آینده حمله خواهد کرد به این تایوان، و بعدم میگه تایوان که اصلا چینی هن و بخشی از ماست و یه قروپی اونم میخوره میره، و بعد باز خواهیم دید که جهان هیچ کاری نخواهد تونست بکنه و این هیولای زرد، این اژدهای زرد به زودی جهان رو خواهد بلعید. و در این حالی که مردم اون ور نشستن و حواسشون پرته به اون مسائل دیگر، خواهند دید که دیگه اون وقت نمیتونن حریف کشور 1 میلیاردی با این همه منابع و جمعیت و بالاخره تولیداتی که همه جهان رو تو چنگال خودش گرفته، دیگه نخواهند تونست حریفش بشن. و همه اینها به ویژه برای ما ایرانی ها، از همه شاید بقیه مردم جهان به ویژه از بقیه همسایه هامون، برای خودمون قضیه بسیار جدیتره و بهتر اول ما به فکر کشورمون باشیم. اگه تونستیم کاری برای ایران بکنیم، اگه تونستیم و این عرضه و این زور رو تونستیم داشته باشیم که کشور خودمون رو نجات بدیم، بعد دنبال آزادی و حقوق بشر و دیگه نمیدونم دموکراسی و بقیه این مسائلی که هر روز دارن شعارشو در دنیا میدن، بریم بعدا دنبال اون برای کشورهای دیگه. کاملا درست. امروز اتفاقایی که داره بیفته واقعا ناراحت کننده است، ولی یکاش مردم این رو کاملا متوجه میشدن که در هر روز در هر کجای دنیا یه اتفاقی میفته و از این به بعد هم خواهد افتاد. بهتره که حواسمون رو 100% بدیم به کشور خودمون. فعلا تا زمانی که کشورمون رو آزاد نکردیم، کاسه از آشتاختر برای کشورهای دیگه نباشیم. البته میگم، بازم تاکید میکنم، ما هم برای مردم اوکراین ناراحتیم، ولی ما بیشتر از اونی که بخوایم برای مردم بقیه کشورها ناراحت باشیم، برای مردم خودمون که در بند جمهوری اسلامی هستن و هر روز دارن بیشتر غرق در منجلاب بدبختی و بیچارگی و خفت میشن، میسوزه و دیگر. سپاسگزارم بانو آرتمیس، اگر صحبت پایانی دارید میشن. سپاس از همگی و همه بینندگان این برنامه. سپاسگزار میشم که این برنامه ها رو با دیگران در میون بگذارید و بذارید بیننده های بیشتر این برنامه ها رو ببینن. پاینده ایران و بدرود. پاینده ایران، جاوید شما.